به شما عزیزان سلام میگویم در سرزمین ما و از برنامه سرزمین ما. به شما عزیزان هموطنان کرد، هموطنان بلوچ، آذری، بختیاری، عربهای خوزستان، عربهای ایرانی، به شما عزیزان شیرازی های گرامی، اصفهانی های عزیز، اهالی بندرعباس، هر کجای ایران سرزمین ما که هستید، سلام و درود به شما و خوش آمد به این شماره از برنامه سرزمین ما. نگاهی می اندازیم به آخرین رویدادها، آخرین اخبار در دو منطقه از ایران، کردستان و سیستان و بلوچستان، در آستانه فصل سرد، در آستانه رسیدن سرمای جانسوز. آیا سرپناهی برای خیابان خوابهای پایتخت به کنار دیگر جاهای ایران نیز نیندیشیده شده از سوی حکومت ایران؟ آیا گامی در راه بهبود کودکانی که ناچار به کولبری هستند در کردستان برداشته شده است؟ آیا برای کودکان برهنه پای سیستان و بلوچستان همچون کودکان پا برهنه در اصفهان و کرمان و خوزستان چاره ای اندیشیده شده در آستانه زمستان و فصل سرد در این مناطق؟ و پی میگیریم آخرین خبرها رو در ارتباط با زندانیان سیاسی در کردستان و سیستان و بلوچستان. نگاهی نیز خواهیم انداخت بر سفره مردمان نازنین کردستان، مردمان نازنین سیستان و بلوچستان. نخستین پخش این برنامه رو در این ساعت چند روز پس از سالگرد گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران می‌بینید. چه پیامدهایی برای مردم کردستان و سیستان داشته است، سیستان و بلوچستان و برای مردم ایران. با من و شما هستند آقای شاهو حسینی، کاک شاهو حسینی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا که از پاریس با ما خواهند بود، و آقای رضا حسین‌پور، تحلیلگر مسائل ایران به ویژه مناطق سیستان و بلوچستان، کارشناس امور سیستان و بلوچستان ایران. با شما عزیزان خواهیم بود در سرزمین من و شما، سرزمین ما ایران، تا لحظاتی دیگر. کاک شاهو سلام و درود به شما. سلام و درود بر شما آقای چالانگی عزیز، سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و همکارانتون. چونی باشی درست میگم یا نه؟ زور جوان قصده که زور باشه. تشکر. هرچی نمیدونم حالا از بی استعدادی من هست یا از کمکاری و سهلنگاری معلمان کرد من. نمیدونم، شاید از نگرانی از این باشه که دیگران شما رو انتقاد کنن که چرا کردی صحبت میکنی. چرا؟ فکر نمی کنم. هستن کسانی که احتمالاً همین نگرانی رو دارن که مبادا به زبان دیگه صحبت بشه. باعث افتخار سرافرازی نه من، هر کسی خواهد بود که به زبانهای گوناگون به ویژه کردی، زبانهای جاری در ایران صحبت کنیم. زبان امیدوارم این نظر شما نظر عامه باشه و تمام اونایی که امروزه نفی این زبانها رو میکنن به این نظر شما برسن. خیلی جالب میشه. امیدوارم چنین بشه. در همون فرانسه که شما هستین، در بروتان، شما اطلاع دارید که در نزدیکی نورماندی، منطقه بروتان که به اصطلاح بسیار منطقه توریستی است، تابستون ها میرن، خب نه تنها زبان بروتان رایج هست، دانشگاه هست، مدرسه هست، تدریس میکنن. من رفتم
چند ماه پیش از اونجا دیدن کردم، برای من خیلی جالب بود. باعث سرافرازیست میگم، شاید گذر عمر باعث شده که من یه مقدار حافظه ضعیفی برای فراگیری زبان داشته باشم. یکی از فرزندان، یکی از دوستان نازنین من، دوستان کرد من، آغاز به فراگیری زبان کردی کرده بودم در چند سال پیش. کاکلی جوانمردی گرامی، روزنامه‌نگار برجسته کرد ایرانی و ایرانی، دختر ایشون، من شروع کردم یاد گرفتن. چند مدتی گذشت که دیگه خب سارینای عزیز ما مشغول درس و مشق شده بود، من دیگه گفتم مزاحمش نشم. حالا امیدواریم روزی فرصتی باشه و یاد بگیریم. به اتفاق بله، و باعث افتخار سرافرازی خواهد بود به طور قطع و نزدیکم از بختیاری به نحوی، یا بختیاری نزدیک است، من نمیدونم. آقای حسین بور گرامی در استودیو مرکزی ایران فردا لندن، سلام و درود به شما و خوش آمد. سلام و درود بر شما هم، همینطور بر دوست گرامی آقای شاهو عزیز و همینطور بینندگان و شنوندگان گرامی. جناب حسین بور، به زبان بلوچ ما بخوایم بگیم سلام، خوش آمدید و خوشو بشه اولیه معمول در همه جا، چگونه خواهیم گفت؟ سلام علیکم و شهدی جور سلامتی. من منتظر بودم به من بگید همون اول کردی رو یاد بگیرید بعد بیا سراغ بلوچی. نه، کردی رو یاد گرفتید. حالا برای تلاش میکنیم، امیدواریم روزی بتونیم، یعنی فرصتی بشه و امکانش بشه و استعداد فراگیری زبان ما یاریمون بکنه بتونیم یاد بگیریم. خوشحال میشیم، بسیار خوشحال میشیم. اما من، شما بفرمایید جناب حسین بور عزیز، من باز همچنان گزارش هایی که از سیستان و بلوچستان دریافت میکنم متاسفانه خوشحال کننده نیست. روند فزاینده خالی شدن سفره و دیگه اصلا سفره‌ای در بعضی مناطق در سیستان و بلوچستان نمونده. ظرف همین چند سالی هم، حدود دو سالی هم که آقای روحانی و دولت روحانی با وعده‌های بسیار اومده بود، این خبرها و این حرفهای من که مبتنی بر خبرهایی هست تا چند اندازه بازتاب واقعیت هست یا اقراق هست؟ شما به من بفرمایید. در سیستان و بلوچستان همون سختگیری های قبلی ادامه داره. در واقع یک نوع سیاستگذاری استراتژیک در بلوچستان هست توسط آقای خامنه ای و منظور هم این هست که نهایت سختگیری رو در سیستان و بلوچستان بکنند، کار ایجاد نشه، فعالیت انجام نشه، شغل هم که مردم ندارند، ناگزیر همه فقیر شدند و سفره‌ای وجود نداره، اگر سفره‌ای هم وجود داره با تلاش‌های سخت و شبان روزی است که در بسیاری از موارد باعث گرفتن جان آدم هم شده. بنابراین فقر و بیچارگی در بلوچستان همچنان به صورت ریشه‌دار ادامه پیدا میکنه. زمانی هم که آقای روحانی اومده مطلقاً هیچ گونه کاهشی در فقر انجام نشده، بیکاری همچنان ادامه داره و اکنون یک مشکل دیگری رو هم اضافه کردند و اون هم این هست که عده‌ای از بلوچ‌ها رو که دارای هیچ گونه امکاناتی نیستند تشویقشون میکنند که به سپاه پاسداران بپیوندند و به سوریه بروند و در اونجا و 2 میلیون تومان که بینا میدند میرند و اینا هم معمولا در اونجا کشته میشند. وضع بسیار خراب و بحرانی است. آقای حسین بور، اینو شما میگید میفرمایید و من گزارش هایم در همین مسیر داشت، اما یک سری گزارش های دیگه هست. آقای نعمت‌زاده وزیر دولت آقای روحانی که وزیرم بوده در دولت های پیشین عضویت داشته و یکی از میلیاردرهای معروف منطقه، میلیاردر که میگم به دلار میگم نه به تومن، در منطقه در نشریات اقتصادی بین المللی که منتشر میشه اسم ایشون هم میاد هر از چند، و متهم هست خب به
فساد البته قطعا خودشون خواهند گفت که خیر اینو از راه حلال چطور میشه حالا میلیارد ها به دست اون فعلا بحث ما نیست، اما ایشون گفته میشه چندین شرکتشون در سیستان و بلوچستان مشغول کاره. برحال این شرکت ها دارن یه کارایی میکنن، بالای 10 شرکتشون خبر خود ایشون هم داده که بله ما مشغول سازندگی هستیم در سیستان و بلوچستان و بله این شرکت ها در اونجا وجود دارند. گزارش هایی که من بهش اشاره کردم در تضاد قرار میگیره، کدوم طرف داریم حقیقت رو بازتاب میدیم، شما یا آقای نعمت‌زاده وزیر دولت فقیه؟ وضعیت مردم این واقعیت رو ثابت میکنه که آوردن این شرکت ها در سیستان و بلوچستان تأثیری در بهبود وضع مردم نداشته، برای اینکه کارمندان و کارگرانی رو که در این پروژه ها کار میکنند غالبا از خارج از بلوچستان میارند و مدیرانشون که قطعا خارج از بلوچستان هستند، کارمندانشون هم همینطور. بعضی موارد کارهای بسیار بسیار کوچک و کم درآمد رو به بلوچ‌ها دادند، ولی همونطور که میدونید اصولا اگر یک پروژه اقتصادی به منظور ایجاد شغل و آبادی در اون منطقه ایجاد نشه، هر قدر که این پروژه ها باشه در حال مردم تأثیر مثبتی نداره. این در همه جای دنیا هست، ولی در سیستان و بلوچستان معمولا پروژه هایی رو که درست میکنند کارمندانشون از جاهای دیگر میاد و گاه گاهی هم اگر کارهای جز مثلا اون چه آقای نعمت زاده در اونجا آوردن، حتی اگر در یک نیروگاه محلی کارمند استخدام میکنند، مثلا از 20 نفر یک بلوچ توشون هست. بنابراین این مسئله خیلی روشنه که این مسئله حتما میرسیم. آقای حسین بوری عزیز ببینید به این مسئله تعداد کارمندان چقدر هست و نوع استخدام به چه شکل حتما میرسیم، اما حرف من سازندگی هست، حالا با کارمند و کارگر از هر جا که هستن، ولی سازندگی های انجام میشه یا نه؟ بالاخره در 15 تا شرکت به گفته ایشون داره اونجا کار میکنه. ببینید بستگی سازندگی بستگی به این داره که اون طرحها چی هستند. اگر طرحهایی که ایشون دارند مثل طرحهایی است که برای آوردن گاز هست و یا بعضی طرحهایی است که مربوط به چابهار میشه، این طرحها داره اجرا میشه، ولی هدفشون ایجاد آبادانی در بلوچستان نیست، در چابهار نیست. پروژه هایست بیشتر ملی که نفعشون به بیشتر به دولت میرسه و کسانی که در بلوچستان حکومت میکنند. پروژه ملی حتما به این نکته هم خواهیم پرداخت، اما به پاریس میریم، برمیگردیم به اتفاق شما. کاکشاهو عزیز ببینید وضعیت اقتصادی کردستان رو آدم وقتی نگاه میکنه و بعد میبینه نوجوانانی ناچارن به کولبری هم میرن جنسی رو از اون ور از اربیل جای میگیرن میارن این ور برای کسانی حمالی میکنن. جوان کرد نازنین ما که باید آینده در برابر خودش داشته باشه، پشت نیمکت دانشگاه جایی باشه و سرمایه ملی یک کشوری هست، ناچار به کولبری هست و رفتن. بهمن قبادی فیلمساز کرد ما، گرامی ما، فیلمساز ارجمند و گرانقدر ما، در این زمینه هم در بعضی از فیلماش اشاراتی داره که به وضعیت غم انگیز. این قربانی هایی هم داده، تیراندازی هایی شده، کشته شدن. این وضعیت های رو به سامان نگذاشته در دولت آقای حسن روحانی که دست کم یه سر سامانی بگیرن و جوانان چنین ناچار به چنین کارهایی نباشن، در نوجوانان در کردستان. آقای حسینی؟ بله، نمیدونم آقای چالنگی، ببینم به آقای روحانی اسمن رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایرانه، ما دیدیم و متوجه هستیم الان که با آمدن ایشون با اون قول و قرارایی که داده، نه تنها وضع مردمان ایران
بهتر نشده، بلکه هم از نظر اقتصادی، هم از نظر امنیتی، هم از نظر اجتماعی بدتر شده و به طریق اولا مناطق ملیت های ایران بدتر خواهد شد. در نتیجه آقای روحانی هیچ اقدامی برای کردستان انجام نداده. شما از پروژه‌های عمرانی یا از پروژه‌هایی که در جاهای دیگر مثلا آقای نعمت‌زاده اشاره کردیم در سیستان و بلوچستان همچین پروژه‌هایی بوده، در کردستان هم داره. چیکار میکنه؟ اومده سد داریانو، یک پروژه بزرگی رو کار گذاشته، میخواد آب کردستان رو با یک تونل ببره برگردونه به من جنوب ایران. این ببین، حتی آب و روان نمیبینه به مردم کردستان. این آبی که سرچشمه زندگی این مردم هست، با ایجاد سدهایی که میخواد، سدهای انحرافی که انجام میده، آب از مردم کردستان بگیره و با هزینه خیلی سرسام‌آوری حتی کارگرها و مهندسینش از جای دیگه باید بیان در کردستان کار کنن. در نتیجه مردم کرد و مردم مرزنشین چاره دیگه ندارن. وضعیت اقتصادی ایران به حدی مفلوک است که مردم مجبورن برای امرار معاش به کشورهای همسایه مراجعه کنن، برای آوردن نان خودشون به اونجا مراجعه کنن. بعضیشون میرن اجناس رو میارن که بتونن این اجناس رو به تهران برسونن، ببینیم مملکت ما چی شده. منطقه اقلیم کردستان عراق 20 سالی نیست که به این منطقه فدرالی خودش رسیده، میایم از اونجا قاچاق میبریم به تهران برسیم که مردم تهران بتونن زندگی خودشون رو تأمین کنن. کیا اینو کار میکنن؟ مردم جوانان کرد هستن که با کولبری اینو میارن. و آقای خامنه ای هم که در سنندج و مریوان بود رسما اینو اعلام کرد، گفت اینا کارهای غیر شرعی، غیر اسلامی و غیر ملی هست این کسانی که کارو میکنن. و بعد از اون دست پاسداران و بسیج باز شده برای زدن اینا، و روز نیست که تعدادی از جوانان کرد در این مسیر کشته نشن. این وضعیتی یعنی هست که در آقای خامنه ای گفت این کولبری و اینها کار غیر شرعی و خلافه؟ بله، به قول آقای خامنه ای قاچاق هست، جنس قاچاق از که یک کشور خارجی به داخل ایران میاد، این حرامه و باید کشته بشن. خب اون برادران قاچاقچی به قول آقای احمدی نژاد سپاه پاسداران، اون برادران قاچاقچی هن، اونا دیگه برادر هن، صدها اسکله بدون مجوز و اینها دارن چی؟ اونا برادران هن. بله. خب آقای شاهو، اشاره کردیم به این که شاهو عزیز، که کاک شاهو، که در مورد صدی که زدن، این مسئله در مناطق دیگه هم هست، یعنی فقط بر اساس ضدیت فقط با کردها، ایرانیان کرد نیست، یعنی مثلا در کارون هم دچار مشکل شده، زاینده رود که عملا خشکیده به یک معنی، حتی یکی از مسئولان به جای ارائه طرح و پیشنهاد برای رفع مشکل گفته بود نمک هم بر زخم مردم میپاشید، که بله به زودی هم میشه اونجا اتوبان را انداخت در کارون و زاینده رود. حالا اینو شما بگید یا من یا آقای حسین بور یا حرف دیگه، ولی مسئول حکومتی، مسئول محیط زیست این حرف رو بزنه، نمیدونم از کی باید پرسید که پس کی مسئول هست که بره این درست کنه که چنین نشه، اتوبان نشه، زاینده رود یا کارون. اینو در سطح ملی میبینین، اینو ناشی از چی میدونید؟ خدمت رو عرض کنم، این دقیقا مشخصش اجازه منم آقای چالاگیر نوبت منه؟ بله بفرمایید. عرض کنم خدمتون، این سپاه پاسداران بالاخره باید یک منبع درآمدی داشته باشه، باید سرمایه و اون چیز خودشو تأمین کنه. با گذاشتن این پروژه ها که سپاه پاسداران مسئول اجرای این پروژه هست، میدونیم که دستشون به چه منابعی خواهد رسید و چقدر درآمد دارن و چه برنامه‌ای بعد از این میتونه اجرا کنن. برای اونا مهم نیست که با ایجاد یک سد و انحراف مسیر آب از یک منطقه به منطقه دیگه چقدر از این مناطق خشک خواهد شد، جنگل‌ها خشک خواهند شد و روستاها باید از بین برن. برای اون مهم نیست، برای اون مهم اینه که بتونه بودجه خودش رو تأمین کنه بدون اینکه به جای جوابگو باشه. سپاه پاسداران و آقای خامنه‌ای و دارالدسته آقای خامنه‌ای، بیت رهبری، این پروژه ها را
فقط در جهت تأمین سرمایه خودشو دارن انجام میدن، نه برای تأمین برای ملی. مسئله ملی نیست، مسئله سازمانی سپاه پاسداران است. بالاخره اون پاسداری که در سوریه داره میجنگه، اون دو میلیون تومانی که آقای حسین بور اشاره کرد باید از یک منبع تأمین بشه. از کجا باید تأمین بشه؟ سپاه پاسداران سپاه قدس باید اینقدر سرمایه در اختیار داشته باشه که بتونه در عراق، در سوریه، در لبنان و در جای دیگه بتونه تداخل کنه و به این روز گرفتار بشه مملکت ما که امروز شدیم. آقای حسین بور، مسئله آب یکی از مشکلات اساسی بوده در سیستان و بلوچستان طی بیش از دو دهه اخیر به شدت. چه گام اساسی برای حل کمبود آب در سیستان و بلوچستان برداشته شده به چشم میاد و رفع این مسئله که بانوی گرامی سیستانی بلوچستانی هموطن من و شما و کاکشاهو ناچار نباشه که از گندابی بنوشن که واقعا آدم در کشور ثروتمندی مثل ایران نمیدونه چه باید بگه و چرا چنینه؟ آیا گامی برداشته شده؟ نه، گامی برداشته نشده. گاهی چند جا سدهای کوچک خاکی ساختن. زمان شاه یک سدی رو داشتن می ساختن در ایران شهر که اون درست شد و مقداری آب هم تأمین میکنه، ولی در شرایط فعلی جهان به طور کلی تولید آب از هوا و از بخار چنان آسان ساده شده که با پول کمی میشود تمام مناطق جنوبی ایران رو آب داد، آب بسیار بسیار خوب و شیرین. این طرها در امریکای جنوبی، حتی در بعضی از کشورهای افریقایی و حتی در امریکا، در خود امریکا هم داره تولید میشه و کارخانه خیلی کوچیکی است و یک اصولا دستگاه خیلی کوچیکی است که میشود از طریق آن آب رو از هوا گرفت و تولیدش کرد. بنابراین احتیاجی به این که میلیون ها یا میلیارد ها دلار رو صرف انتقال آب از یک منطقه مثل کردستان به جای دیگری کرد در شرایط عادی نیست. مشکل در این هست که درک ماموران جمهوری اسلامی از دنیا یک درک عقب مانده و چنان مربوط به گذشته است که نمی دانند در شرایط فعلی چه امکاناتی وجود داره، چه تکنولوژی وجود داره و با چه صورتی می شود واقعا مشکلات خیلی بزرگی را حل کرد. آقای حسین بور، ببینید، به مسئله قاچاق مواد مخدر ایران به عنوان یک پل یا گذرگاه تنها ده ها تن قاچاق مواد مخدر و بیشتر در ماه و سال شناخته شده است. یعنی مواد مخدری که از ایران سالیان سال داره میاد و از ایران میگذره و روانه اروپا و بخشیش جنوب ایران میشه، کشورهای دیگه. خب این گزارش های متعددی وجود داره. من برای بینندگان میگم که یک همچین حجم مواد مخدری رو نمیشه بدون دست داشتن، همراهی و همکاری قدرت های بزرگ در اون کشورها اجرا کرد، مثل آمریکای لاتین، مثل کولومبیا، جای دیگه. بنابراین یه لولو، دو لولو، یک کیلو، دو کیلو، سه کیلو، پنج کیلو نیست که یه بار و دو بار رد و بدل بشه. صحبت بالای 5 میلیارد دلار مواد مخدر به گزارش سازمان ملل چند سال پیش، حالا که قطعا بیشتر هست، در سال هست و نه یه سال، نزدیک به 30 سال. اما میبینیم هر از چنگایی در سیستان و بلوچستان گروهی کشته میشن در درگیری ها، گروهی کشته میشن و به عنوان قاچاقچی مواد مخدر. این رو با واقعیتی که من بهش اشاره کردم وقتی کنار هم قرار میدین، چطور واقعیت اصلی کجا هست؟ آیا واقعا همه قاچاقچی مواد مخدر هستن یا کسانی قاچاقچی و خارج از باندهای رسمیت یافته توسط حکومت؟ چی هست قضیه؟ از ماجرای حمله به مرزبانان ایرانی که به هر حال سرباز
وظیفه هستن و در اونجا خدمت میکنن، از اون فعلا مورد بحث نیست که امری مذموم قابل ملامت و سرزنش محکوم شدن هست. اما این مسئله رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چطور چه گزارشی خواهید داد؟ واقعیت این هست که جمهوری اسلامی الان قاچاقچی اصلی مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به داخل ایران هست. شما اگر مرزهای ایران رو بررسی بکنید میبینید که مرزهای ایران در افغانستان و پاکستان با یک دیوار بسیار بسیار بلند و کشیده شده در وسط در این مرزها، این طرف و اون طرف دیوارها که خیلی بلند هم هست خندق کشیدند. روی این دیوارها سیمهای خاردار وجود داره، بنابراین امکان این که افراد عادی، حالا چه بلوچ چه غیر بلوچ، بخواهند که مواد مخدر رو از اون طریق وارد ایران بکنند تقریبا غیر ممکن هست. این اما مواد مخدر وارد ایران میشه، منتها از راه‌های رسمی توسط پاسداران و ماموران پاسدار و احتمالاً اون کسانی که مأمور هستند از طرف پاسداران که مواد مخدر رو بیارند و تحویل اونها بدند. در بلوچستان هم مردم این رو میدونند، تمام مرزنشینان این رو میدونند، مردم میدانند که کدوم ماشین از چه جا توسط سپاه پاسداران به داخل ایران کشیده شده. و شما اگر اینگونه نقشه ایران رو نگاه بکنید که یک مقداری مواد مخدر وارد بلوچستان میشه، ولی این مواد مخدر چگونه میرسه به شهرهای دیگر و تا همکاری مستقیم ماموران نباشه هیچ مواد مخدری نمیتونه وارد تهران یا وارد مشهد یا وارد شیراز یا تبریز بشه. این راه‌ها بسیار طولانی است، بسیار کنترل شده است و همه ماموران بر همه جا نظارت دارند، بنابراین واقعا مواد مخدر در اونجا قاچاق میشه، منتها خود ماموران جمهوری اسلامی هستند. و اما عده‌ای هم هستند که با جمهوری اسلامی کار میکنند، ولی گاه گاهی اونها خودشون هم میخواهند که به طور مستقیم بهره‌ای ببرند، اونها رو معمولا میگیرند و زندان میکنند و به همین دلیل میگند که حدود 70% زندانیان قاچاقچیان مواد مخدر هستند. ولی اینها معمولا بیشترشون باز اونهایی هستند که در شهرهای بزرگ مأمور توزیع مواد مخدر هستند. قاچاق دیگر در سیستان و بلوچستان تقریبا همون مواد غذایی که در تهران خرید و فروش میشه، خب در سیستان و بلوچستان هم خرید و فروش میشه و اینها رو نمیشود گفت که اینها قاچاق هستند. خب یک نکته رو، ماه گذشته یکی به اصطلاح از مسئولان جمهوری اسلامی از نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بود که در ایران ما 2 میلیون معتاد داریم که این رقم به مراتب کمتر از تعدادی است که منابع غیر دولتی در ایران میگن، که تا 5 میلیون هم گزارش شده تعداد معتادان در ایران، که ما اگر میانگین این دو گزارش رو بگیریم، یعنی حتی 3 میلیون نفر معتاد در ایران داشته باشیم تقریبا، و هر کدوم من نمیدونم مواد مخدر چطوری میشه میانگین وزنش حساب کرد، ولی به طور متوسط 10 گرم هر چی که هست مصرف بکنن از تریاک تا انواع و اقسام مواد مخدری که به برکت انقلاب در ایران فراوون شده تقسیم ضرب و تقسیم بکنید، خود شما ببینید چقدر میشه. 3 میلیون ضرب در 10 تقسیم بر 1000، 300 تن در روز مواد مخدر در روز مصرف میشه در تهران. چون این مواد مخدری رو آیا میشه یک قاچاقچی یا یک باند قاچاقچی بدون همراهی قدرت‌های بزرگ در حکومت در هر جای جهان وارد کرد و به مصرف رسوند و توزیع کرد؟ خود شما قضاوت خواهید کرد. پی میگیریم در ادامه برنامه سرزمین ما ترانه ای آوایی از سیستان و
بلوچستان میشنویم و ادامه خواهیم داد. حجیبل 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 جیبل جیبل او جیبل 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 منیبل ہائے جیبل و
شنیدیم، مطمئنم مثل من نیز لذت بردید از آوا و ترانه و موسیقی از سیستان و بلوچستان. و ما در پاریس، کاک شاهو عزیز، ببینین چند روز پیش در تهران و نه در شهرستانها و شهرهای دیگه من ندیدم که تظاهراتی برگزار شده باشه به وسط آنچه که در تهران به مناسبت اشغال سفارت آمریکا، گروگانگیری، اقدام تروریستی، امسال به خصوص وسیع‌تر و نسبتاً گسترده‌تر از سال‌های پیشتر بود، شاید ناشی از اینکه جناحی مخالف حرکت‌هایی هست برای حل مسائل فیما بین تهران و واشنگتن. بر دلیل بوده چون این اقدامی انجام شده، حالا بحث دیگری است. اما آقای خامنه‌ای گفته که مثل بسیاری دیگه از مسئولان که این باعث عزت و به اصطلاح بلند مرتبگی و به اصطلاح غرور و همه از این صفات رو برشمرده مردم ایران شده. شما به عنوان یک ایرانی کرد، کرد ایرانی، نگاهتون به این مسئله گروگانگیری و پیامدهاش چه بود، چی هست و چه پیامدهایی نیز داشته برای مردم کردستان ایران؟ ببین آقای شالانگی، مسئله گروگانگیری مسئله نیست فقط برای یک منطقه به خصوص پیامدی داشته باشه. روز اولی که این گروگانگیری انجام شد، حزب دموکرات کردستان ایران شاید فکر کنم تنها حزبی باشه که رسما اعلام کرد و محکوم کرد این حرکتو. این حرکتی که اون موقع کردیم، اون موقع به خاطر این حرکتو محکوم کردیم که اول این خلاف عرف بین المللی، عرف دیپلماتیک بود، عرف روابط بین المللی بود، اینو محکوم کردیم و میدونستیم که این حرکت چه عواقبی برای مردم ایران خواهد داشت. متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران هر شکستی رو به عنوان پیروزی قلمداد میکنن. در جنگ ایران و عراق ما ندیدیم پیروزی نصیب کشور ایران بشه، جمهوری اسلامی ایران بشه، ولی میبینیم که هر سال اینو به عنوان پیروزی نمیدونم قلمداد میکنن. هزاران نفر جوانان کشور رو کشتن دادن، جایی که باید میبایست مذاکره کنن نکردن. اومدیم در مسئله هسته‌ای، جایی که باید میدونستن و امتیازات رو میگرفتن نگرفتن و آخرم اون برجام رسیدن که امروزه دو دسته شده، خود حکومت یکی تایید یکی مخالف است. و در مورد گروگانگیری هم به همین صورت، ما تمام مشکلاتی که امروز در رابطه بین المللی داریم در رابطه با همین گروگانگیری بود. میلیون ها دلار سرمایه ایران در خارج از کشور بلوکه شد، ایران مورد تحریم قرار گرفت. در جنگ ایران و عراق آمریکا به خاطر همین کاری که ایران کرده بود به کمک عراق اومد، کشورهای غربی به همین ترتیب و کشور عربی هم به همین ترتیب. یعنی میخوایم بگیم که این حرکتی که جمهوری اسلامی کرد یک حرکتی که از امروز هم ما داریم تاوان این ندانمکاری جمهوری اسلامی و در رأس اون رهبریت این نظام رو داریم میدیم. چه مردم کرد چه مردم ایران، همه با هم گرفتار بدبختی های شدیم که از دست این رژیم گریبانگیر ما شده. در کردستان همین مخالفت حزب دموکرات کردستان ایران و محکوم کردن این حرکت در روزهای اول منجر به این شد که به هزاران نفر از جوانان کردستان دستگیر بشن، صدها نفر اعدام بشن و جنگی به اون صورتی که دیدیم که در کردستان بود به وجود اومده و این کینه‌ای که جمهوری اسلامی و در رأس اون خمینی به
به دق گرفت تا امروز هم ادامه داره و در مناطق دیگر هم به همین صورت. وقتی کشور مورد محاصره قرار میگیره معلومه که مردمان اون کشور چه چیزهایی چه وضعیت اسفناکی رو باید تحمل کنن، به سپاه پاسداران و به دار دست خود جمهوری اسلامی هیچ گونه ضرری نمیرسه. اونا در هر نقطه‌ای که باشن دسترسیشون به اون سرمایه‌ای هست که بادآورده هست که میتونن از اون استفاده کنن، زندگی خودشون رو تأمین کنن، ولی مردم بدبخت هستن که باید زجر این ندانمکاری رو بکشن. اما آقای حسن روحانی، حجت الاسلام و المسلمین، حسن روحانی رئیس جمهور جمهوری حکومت ایران میگه که این به نحوی سرآغاز استقلال ایران بود. حالا بحث این که ایران های مستعمره جایی بوده در تاریخ معاصر که نبوده این بحث دیگریست، اما واقعا سرآغاز چه نوع استقلالی؟ نگاه شما رو میشنویم و میبینیم آقای حسین بور عزیز و پیامدهای این اقدام. اونطور که امروز اسناد گواهی میدهند جمهوری اسلامی از همون آغاز با کمک امریکایی ها روی کار آمد و با امریکایی ها همیشه ارتباط داشتند. همین اخیراً هست که این ارتباط رو علنی کردند. در کجا برای بینندگان اشاره بفرمایید، توضیح بدید، ممنون میشم. بله، در همین روابطی که با ایران با کشورهای اروپایی انجام داد اینجا بود که دیگه علنی شد. یه بار قبل از اون هم در عراق به طور مستقیم با هم مذاکره کردند کشورهای اروپایی. این رو نه روی کار اومدن شما شرکت انقلاب و انقلابیون که گفتین با کمک آمریکایی ها و اسناد منتشر شده. البته اسناد بسیار است، کتاب های منتشر شده در این زمینه، تماس هایی که حتی در خاطرات آقای ابراهیم یزدی هم به این مسائل و تماس ها و ارتباطات پشت پرده در جریان انقلاب اشاره شده. بله بفرمایید. ولی میخواستم از زبان شما گفتم شاید نکته جدیدی هست که قطعا هست. بفرمایید. بله، الان که میدونید تعداد زیادی ویدیو، فیلم و کتاب منتشر شده و نشون میده که کارتر بیش از 500 میلیون دلار برای خمینی فرستاده. این مدارک در امریکا یک قوقایی به پا کرد. از خود کارتر پرسیدند، کارتر هم در یک مصاحبه واقعا موند و نتونست جواب بده. این که ایران استقلالش رو به دست آورده، ما میدونیم که با روسیه الان چه روابطی داره. سهم ایران از دریای مازندران به کجا رفته؟ قبلا ما 50% صاحب اون آبها بودیم، الان به 11% رسیده. بنابراین نه تنها استقلال ایران از بین رفته، بلکه بخشی عظیمی از تمامیت ارضی ایران هم نقض شده. بخشی از غنی ترین آبهای ایران از دست رفته. اینها که و همینطور در عراق و ایران، مرزهای ایران و عراق هنوز به طور مشخص تعیین نشده و معلوم نیست که اون مرزهایی که در زمان شاه و صدام حسین بود اون مرزها الان چه حالتی داره. این که ما ایران مستقل شده بعد از خمینی، این یک ادعای کاملا دروغ هست و بدون دلیل. ولی این رو هم ما میدانیم که جمهوری اسلامی برای ماندن خودش هر کاری میکنه. گروگان ها رو هم به همین منظور، امریکایی ها رو به همین منظور گروگان گرفتند. و اتفاقا الان یادم افتاد که در اون زمان بعضی از بلوچ ها در چابهار اونجا اعتصابات خیلی بزرگی راه انداختند، استاندار و مقامات دیگر رو در اونجا اسیر کردند و مجبور کردند دولت رو که یک بیانیه منتشر بکنه که در اون بیانیه یک مادهش مربوط به محکوم کردن گرفتن گروگان ها بود. و جالب بود که وقتی که خواننده این رو میخوند با یک لحن خنده آوری میگفت که اینها دیگه بلوچا چه کسانی هستند که در این شرایط بحرانی و هیجان زده اینها میگویند که گروگانگیری کار بدی است.
در حالی که ما از همون آغاز تشخیص دادیم مثل حزب دموکرات که این کار برخلاف قانون هست، به ایران و ایرانیان ضرر میرسونه و در طول این 36 سال هم دیدیم که ضررهایی به ایران رسوند که حتی درآمد سرانه ایران که در اون سالها 2500 دلار بود، همین اخیراً یکی از وزیران جمهوری اسلامی اعلام کرد که درآمد سرانه ما در اکنون بعد از 37 سال 36 سال به اندازه سال 57 نیست. یعنی ببینید که چه ضرر و زیانهایی رو اینها وارد ایران کردند. ولی از نظر مدیریت یک نکته رو من میخوام بگم که تمام کسانی که در موقعیت مدیریت قرار میگیرند و لیاقت لازم رو برای انجام کارها ندارند، مجبورند که افراد دیگر رو ملامت بکنند. بله، الان از این موضوع دیگه ای بود که اشاره کردم، من پیامدهای گروگانگیری رو داشتم اشاره میکردم. فقط به طور مختصر آقای حسین بول خیلی کوتاه یک دقیقه بفرمایید الان آخرین خبرها درباره زندانیان سیاسی در سیستان و بلوچستان رو از شما میشنویم. زندانیان سیاسی در بلوچستان همچنان در زندان هستند و جالب هست که این فعالان حقوق بشر هیچ اشاره‌ای به زندانیان سیاسی در سیستان و بلوچستان انجام نمیدند، ولی به نسبت بالاترین تعداد زندانی ها و اعدامی ها در سطح کشور در سیستان و بلوچستان هست. منظور شما از نهادهای حقوق بشر خارج از ایران هست یا بین المللی یا؟ از داخل ایران چون گزارش به خارج نمیدند، معمولا فعالان خارج از کشور و سازمانهای بین المللی به طور کلی اطلاعی پیدا نمی کنند. و در کردستان آقای شاهو حسینی هستی؟ بله، در کردستان انتظار که نداریم که بگیم وضع بهتر شده. فقط همینو خدمتتون عرض کنم، با آمدن آقای روحانی وضع بدتر شده و تعداد اعدامی ها همونطوری که آمارا رو خودتون مطالعه کردیم هم ببینین، تعداد اعدامی ها در کردستان و در ایران بیشتر شده از قبل. حالا نمیدونم، ممکنه بعضی توجیهاتی داشته باشه، بگم این دستگاه قضایی در مخالفت با روحانی کار می‌کنه، ولی من معتقدم که این سیاست کل نظام است که به این صورت مشغول سرکوب از مخصوصا امروز که مسئله برجام مطرح شده و به خاطر اینکه هیچ گونه اعتراضی در داخل روی ندهد مجبورن سرکوب رو بیشتر کنن و امروزم کلمه نفوذ به این چیزا اضافه شده. میبینیم که مشغولن در تهران و در شهرستان ها به همین صورت تعدادی رو دستگیر کنن. من مطمئنم در روزهای آینده تلویزیون شما هر ثانیه باید گزارش از تعداد دستگیر شده ها و اعدام شدگان رو در ایران در مناطق ملیت ها اعلام کنه. امیدوارم چنین نباشه. من امیدوار هستیم روزی نه تنها تلویزیون ایران فردا، که تمام تلویزیون های فارسی زبان و خبرگزاری های بین المللی خبرهای مثبتی داشته باشن از ایران. و جوان خود ایرانی شهرام احمدی محکوم به اعدام شده، نهادهای بین المللی خواستار لغو حکم اعدام او شدند. قطعا در جریان هستید آقای شاهد. بله بله، خیلی عادی. ببین آقای چالنگی، من فقط یه چیزی اینجا اضافه کنم، ما داریم از زندانهای رسمی داریم صحبت میکنیم، از زندانهای مخفی که در جمهوری اسلامی وجود داره و کسی اطلاع نداره. باید خانواده های این زندانیان رو پیدا کرد و ببینیم که چند نفر از خانواده شون معمولا فعلا کسی ازشون خبر نداره. در هیچ کدام از زندان‌های رسمی جمهوری اسلامی این افراد وجود ندارن. زندان‌هایی وجود داره که مخفی هست و در اختیار اطلاعات سپاه پاسداران است و کسی نمی‌دونه در اینا کجا هستن و کجا اینا رو نگهداری میکنن. این متاسفانه وضعیتی از در ایران است. بعد از امیدوارم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی این وضعیت در مردم ایران روشن بشه، بفهمن که چه کارهایی در زمان این رژیم منحوس صورت گرفته. سپاسگزار هستیم آقای شاهو حسینی در پاریس. با سپاس از شما. با سپاس از شما و تشکر از دوستان و همکارانتون. و سپاس از شما آقای رضا حسین‌پور گرامی در لندن. سپاس از شما.
به پایان این برنامه سرزمین ما میرسیم با آرزوی فردایی بهتر برای همه اقوامی که رنگین کمان ملت ایران رو تشکیل میدن و برای کودکان و نوجوانان سرزمین من و شما ایران که آینده‌ای روشن داشته باشند با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز تفتان، سند و سبلان، آسماری کوساران، دنا، دراک، الوند، کو، البرز و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. Bye.